خبر بد به احمد مسعود و هوادارانش سفر رهبر غایب طالبان به هیراد احمد زیا مسعود رهبری طالبان در اختیار القاعده است گشایش پروژه توپی طالبان در هیراد فردا را رخصتی اعلام کردن فرمانده کل پلیس ایران تا پایان سال نزدیک به دو میلیون بای غیر مجاز را اخراج می کنیم سلام دوستان به مجموعی مهم این کانال خوش آمدید احمد زیان مسعود رهبری طالبان در اختیار القایده است احمد زیان مسعود معاون اول ریاست جمهوری در دوره حامد کرزی از حضور پسر اسامه بلنادن در افغانستان خبر داده و همچنین گفته رهبری طالبان به القای دست القایده است احمد زیان مسعود معاون اول ریاست جمهوری در دوره حامد کرزی اعلام کرده کمزه نادن در افغانستان حضور دارد او همچنین گفته پسر بلنلادن با دختر ملا عمر ازدواج کرده و فعلا در کابل به سر می برد آقای مسعود در گفتگو با مجله فرانسوی گفته که همزه بلنلادن پسر سامه بلنلادن بنیانگذار با دختر ملا عمر بنیانگذار گروه طالبان ازدواج کرده است و در افغانستان حضور دارد او افزوده که همزه شبکه القایده را در افغانستان احیا کرده و روابط نزدیک با ملا یعقوب پسر ملا عمر و دیگر رهبران طالبان دارد مسعود همچنان تاکید کرده رهبری طالبان به دست القاعده است احمد زیا مسعود تداوم سلطه طالبان بر افغانستان را برای مردم این کشور و آینده کشورهای منطقه و جهان تهدید جدی دانسته و گفته که مقاومت علیه طالبان از یک راهبرد واحد و مشخص برخوردار نیست و گروه های مقاومت به صورت جداگانه عمل می کنند مسعود افزود در حال حاضر مقاومت در افغانستان فاقد یک راهبرد مشخص و واحد است و بسیاری از رهبران سیاسی شناخته شده کشور را ترک کردن و در خارج از کشور بسر برند. این امر موجب شده تا هیچ رهبری واحد و قدرتمند برای هماهنگی مقاومت وجود نداشته باشد خبر بعد به هواداران احمد مسعود رئیس امنیت تاجیکستان با طالبان در کابل دیدار کرده است سید مومن رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجکستان در سفر به کابل با مقام های استقبارات طالبان دیدار کرده است. منابع دیپلماتیک می این مقام امنیتی تاجکستان در ماه آگست گذشته به کابل سفر کرده و با مقام های طالبان در باری تقویت روابط تاجکستان با طالبان مذاکره کرده است. منابع دیپلماتیک به رسانه ها گفتند که مومن بلند ترین مقام استقباراتی تاجکستان است. که به دستور امام علی رحمان رئیس جمهوری این کشور به کابل رفته است او پس از بازگشت به دوشنبه سفر خود را پر محتوا تعریف کرده است پس از سلطه دوباره طالبان بر افغانستان شمار از نظامیان پیشین و مخالفان سیاسی طالبان به تاجکستان پناه بردند در حال حاضر شمار از رهبران جبهه مقامتی ملی افغانستان در تاجکستان زندگی می کنند مقامهای تاجکستان در جریان سه سال گذشته بارها از طالبان انتقاد کردند رئیس جمهور تاجکستان گفته طالبان بر رقم وعده هایی که دادن مخالف تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان هستند امام علی رحمان در سال یک گفت طالبان سیاست تهاجمی تبعیض آمیز اقوام مختلف افغانستان را دنبال می کند. سفر رهبر غایب طالبان به هیراد منابع محلی در هیراد از سفر ملاحی به طلاخ امزاده رهبر غایب طالبان به این ولایت خبر دادن. منابع به روزنامه هشت صبح تایید کردن که آخنزاده حوالی ساعت 6 صبح روز سه شنبه بیست سنبوله وارد هرات شده است بر اساس اطلاعات منابع رهبر غایب طالبان به مدرسه جهادی این گروه در هرات رفته و سخنرانی کرده است طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند پیش از این نیز آخنزاده به با ولایت های بادخیز، فاریاب، جوسیان، بلخ، بدخشان و سمنگان سفر کرده بود. وی در این سفرها بر اتحاد میان مقامها و جنگجویان طالبان تاکید کرده بود. گشایش پروژه توپی طالبان در هیرات فردا را رخصتی اعلام کردند. ریاست کار و امور اجتماعی طالبان در هیرات چهار شنبه هفته جاری را به دلیل گشایش پروژه لوله انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند یعنی تاپی در این ولایت رخصتی عمومی اعلام کرده است در مکتوب که روز سه شنبه 20 سنبوله از سوی این ریاست به سایر ادارات محلی طالبان در هیرات ارسال شده در آن آمده که این دخصتی به دلیل مشارکت مقام های بلندپایی ترکمنستان و طالبان در مراسم گشایش پروژه توپی اعلام شده است بخش نخست این پروژه در خاک ترکمنستان تکمیل شده است حدود 800 کیلومتر این لوله گاز در خاک افغانستان کشیده می شود فرمانده کل پلیس ای ایران تا پایان سال نزدیک به دو میلیون ادبای غیر مجاز را اخراج می کنیم. فرمانده کل پلیس ایران گفته است جمهوری اسلامی در نظر دارد تا پایان سال جاری حدود دو میلیون ادبای غیر مجاز را از این کشور اخراج کند. احمد رضا رادان بر رسانه های ایرانی گفته است که آمار ماجران در ایران مشخص شده است. بر گزارش رسانه های ایران آقای رادان گفته است آمار ماجران در ایران مشخص شده. اما به گفته او آمار نهایی را باید سازمان اتبای وزارت داخلی این کشور اعلام کند. فرمانده پلیس ایران گفت منتها نزدیک به دو میلیون نفر امسال از کشور خارج خواهند شد. فرمانده کل نیروهای انتظامی یعنی پلیس ایران در گفتگو با بازگاه خبرنگاران گفت تلاش داریم با اقداماتی که با 20 دستگاه های دیگر از جمله وزارت داخله و سایر دستگاه ها انجام بدهند تا پایان سال عدد قابل توجهی از اتباع غیر مجاز خارجی که حضور آنها غیر قانونی است و نمیتواند در کشور حضور داشته باشند را از کشور تردد کنیم. رسانه ها و مقام های ایران از حضور ماجران افغان در این کشور به عنوان اتباع بیگانه یا خارجی یاد می کنند. اخیرا جمهوری اسلامی فشارها بر ماجران افغان را تشدید و در پیشتر شهرهای بزرگ محدودیت هایی را بر کار و فعالیت آنان وضع کردند. صبر استراتیژیک القاعده جهادگرایان از خاور میانه به افغانستان سرازیر شدند گزارش از خبرگزاری اندپندنت فورسی گزارش جدید شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان و گروه های تروریستی مستقر در این کشور نشان میدهد که اعضای القاعده اخیرا از کشورهای مختلف و ویژه از یمن به افغانستان بازگشتند و خطر حضور داعش خراسان در این کشور رو به افزایش است بر اساس این گزارش عبدالعظیم بن علی یکی از فرماندهان سابقه دار القایده که شهروند لیبی است در سمت مشاور سرودیدین نقانی رهبر شبکه یقانی و وزیر داخلی طالبان کار می کند. و شمار دیگر از فرماندهان القایده نیز مشغول راه مراکز آموزشی و, و همکاری با دیگر گروه های جهادی اند در گزارش شورای امنیت که مشخصا در مورد فعالیت داعش و القایده در افریقا خاور میانه و آسیا تهیه شده آمده است که دایش خراسان از خطرهای جدی برای امنیت بسیاری از کشورهای جهان است و این گروه به اعضای دستور داده است که را به کشورهای جز افغانستان و پاکستان نیز سازماندهی کنند سپاس که تا ایندم با ما بودید کافی چینل را سبسکرایب و ویدیو را لایک کنید تا ویدیوی دیگر بدرود